فکر میکنید حمله کرمان یک صفحه جدیدی از حملات بیشتر و ناآرامی های بیشتر داعش یا به قول شما اجرا کننده های محلیشان یعنی گروه طالبان در افغانستان باشه؟ اینکه این موضوع چقدر جدی است من اشکالی ندارم، اما در این تردیدی ندارم که طالبان کاملا در جریان بودن، میتونم بگم بخشی از طالبان. فکر میکنید رهبری طالبان و گروه طالبان این قدرت را دارن که خودشان حفظ کنن؟ من معتقدم خود طالبان اونقدر اشتباه میکنن تا مردم علیه اونها خواهند شورید. من فکر میکنم عمر اینها دراز نیست. امروز بیشتر اونها به یک ابزار تبدیل شدن نسبت به گذشته‌ای که داشتن. چقدر به این امیدوار هستید که همین حکومت طالبان و همین گروه طالبان به مرور زمان تبدیل شوند به مجاهدین دیروز و رهبران مجاهد دیروز؟ یک همچین پتانسیلی رو شما در این گروه طالبان میبینید یا نه؟ اونها افراد بیسوادی هستند که با انگیزه هایی به جبهه و جنگ آمدن. تروریست ها کمپ هایی دارن در خاک افغانستان و در زیر مجموعه امارت دارن کار میکنن. آیا شما یک احمد شاه مسعود دیگر را در میان مخالفین گروه طالبان میبینید که در حال حاضر ایران یا هر کشور دیگری از او حمایت کنند؟ بی تردید آدمی با ظرفیت ها و کاریزمای او وجود نداره، اما فکر میکنم آقای احمد مسعود این ظرفیت رو داره که چنین بشود. شما با احمد مسعود در ارتباط هستید؟ بله. ایران هم با احمد مسعود در ارتباط است. سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه کاکتوس امروز. من مختار لشکری در خدمت شما هستم با ارائه یکی دیگر از برنامه هایی که فوق‌العاده با حمایت شما در این شب و روزها پیش میره و من از شما واقعا سپاسگزار هستم که در کاکتوس ما را تنها نگذاشتید، حمایت کردید و دنبال کردید و میدانید یک افتخار بسیار بزرگ این هست که همین لحظه که من با شما صحبت میکنم بیشتر از 100,000 دنبال کننده مستمر داریم و این باعث افتخار ما و باعث افتخار تیم کاکتوس هست که ما به همچین موفقیتی رسیدیم. شمایی که همین لحظه برنامه کاکتوس را تماشا میکنید حمایت کنید و با فشار دادن دکمه سابسکرایب و دنبال کردن برنامه کاکتوس و شبکه کاکتوس مطمئنن میتونید به اراده ما برای تولید محتوای با کیفیت تر و بیان حقایق بیشتر در این شب و روزهایی که گفتن حقیقت یک جرم پنداشته میشه بیفزاید. از شما سپاسگزار هستم. در برنامه امروز هم ما میخواهیم گفتگوی انجام بدیم با یکی از خبرنگاران زبده و قدیمی حوزه افغانستان، ایران و منطقه جغرافیایی و کارشناس امور افغانستان جناب آقای محمد حسین جعفریان که سالهای سال و بیشتر از 3 دهه میشه که در حوزه افغانستان حضور دارند و در فعالیت‌های خبرنگاری پیشگام هستند و جز محدود خبرنگارانی هستند که در سال 1370 و دقیق نمیدانم 3 یا 4 یا شاید بعد او در قندهار با ملا عمر دیدار کردند. حتما شما اطلاع دارید که در رسانه‌ها خبری است که 6 خبرنگار در اون مقطع تانستن ملا عمر را ببینند و یکی از او خبرنگاران همین آقای محمد حسین جعفریان است. سپاسگزار که ما را دنبال میکنید. به گفتگوی من با آقای محمد حسین جعفریان توجه کنید به دلیلی که ما میخواییم سایه روشنهای بسیار زیادی را از حضور ایران و حکومت ایران در افغانستان و ماهیت گروه طالبان و شناخت آقای جعفریان از گروه طالبان را با یک دیگر صحبت کنیم. سپاسگزار. ما را دوباره سلام و وقت بخیر جناب آقای محمد حسین جعفریان، کارشناس امور افغانستان و خبرنگار، از اینکه وقت دادید تا در خدمت شما باشیم سپاسگزار هستم. نزدیک به 1 ساعت قرار است که امروز با شما در یک گفتگوی متفاوت به داستانهای امروز و گذشته افغانستان بپردازیم. سپاسگزار و وقتتان بخیر.
زنده باشید، خوشحالم در خدمتتون هستم. سپاسگزار آقای جعفریان. من میدانم که شما کارشناس امور افغانستان هستید، اما به دلیل اینکه شما یک خبرنگار ایرانی و کارشناس امور افغانستان هستید، اجازه میخوام تا سوال اول را از کشور خودتان از شما بپرسم. حمله کرمان و گفته میشه که تعداد زیادی کشته و زخمی در او حادثه و بعد یک ناآرامی در منطقه، حمله ایران به پاکستان، حمله ایران به عراق و بعد درگیری های سوریه و آخرین خبر امروز این که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران یک عقب نشینی بسیار بی پیشینه از کشور سوریه و برگشتشان به افغانستان. همه این داستان ها محول این میچرخه که وضعیت در ایران مناسب نیست، درست است؟ حالا مناسب نیست نمیتونم بگم. باید فرمودید برگشت مستشاران به افغانستان، منظورتون برگشتشون به ایران؟ به ایران، بله به ایران، درست میگم؟ از ساعت که نمیدونم الان بگم بخش سوال هست، اما اینطوری میتونم بگم که ماجرای کرمان یک بخشی بودن که آمرین این ماجرا بودن، کسانی که فرمان این ماجرا رو داده بودن، یک دیگه مجریانش بودن، بخشتر در واقع زمینه ایجاش فراهم کردن، یک دام عامل بودن که در داخل ایران زمینه اجرا و انفجار رو فراهم کردن. من معتقدم آمرین این ماجرا بیشک رقبای جهانی و بخشی شاید منطقه ایران مثل امریکا و اسرائیل بودن. مجریانش من باور دارم که بیشک از امارت اسلامی، مجموعه طالبان و تروریست هایی که در داخل افغانستان هستند نشأت گرفته کار، و عاملینش هم حد سبب اینه که جدای طلبای بلوچ به اضافه بخشی از افراطی هایی که در داخل ایران فعال هستند زمینه رو فراهم کردن تا کسانی که از اردوگاه هایی در داخل افغانستان برای این کار مأمور شدن بتونن به کرمان برسن و این اتفاق رو خوب. جناب آقای جعفریان، میتونه این حادثه یک کرمان یک آغازی بر ناآرامی های شدیدتر و حملات بیشتر در خاک ایران باشه، به دلیلی که شما شاهد هستید که در طول چند سال اخیر و مخصوصا بعد از مرگ قاسم سلیمانی، داعش که به هر حال حملات متعددی رو در ایران به عهده گرفته، بیشتر از 100 کشته و زخمی را در ایران در حملات خود به جا گذاشته و قربانیان زیادی را در خاک ایران حملات داعش داشته. فکر میکنید حمله کرمان یک صفحه جدیدی از حملات بیشتر و ناآرامی های بیشتر داعش یا به قول شما اجرا کننده های محلیشان یعنی گروه طالبان در افغانستان باشه؟ من فکر نمی کنم این موضوع به داعش ربطی داشته باشه. بعد از شهادت سردار شهید سپهبد سلیمانی یک جوری رقبای بین المللی تهران دارن از این جریان و از این نیرو به عنوان یک کارت بازی، یک ابزار استفاده می‌کنند تا روی تهران فشار بیارن. اگر درگیری در دریای سرخ میشه یا ایران فشار میاره به اسرائیل از طریق حماس، اونها انتقامشون اینجوری می‌گیرن. اگر بتونن در سوریه مستشاران میزنن، نتونن بیان اونطوری وارد میشن. کمایی که تل‌آویو علنا اعلام کرد که بعد از ماجرای کرمان چند تا توییت زدن که یکیشون گفت ادامه ندید، اینطوری دوام میدید که چه اتفاقی رخ داده. موضوع به نظرم ساده تر از اینه که بخوایم به داعش منتقلش بکنیم. بهتر از من میدونید داعش کارت بازیه. نجیب آقای غنی ازش استفاده میکرد، کرزای هم استفاده میکرد، شاید در دوره حتی تهران هم استفاده کرده باشه. حالا داره امریکا و اسرائیل و بقیه استفاده میکنه. اونا انتحاری اجاره میدن، یک عده هم تو دنیا هستن که اینا رو اجاره میکنن و میخرن خدمات رو. بسیار خوب. اما شما در جایی از صحبت هایتان جناب آقای جعفریان اشاره کردید که اجرا کننده های طرحهای رقبای بین المللی ایران و حکومت ایران در منطقه مثل گروه طالبان میتونن که در این حمله دست داشته باشن. چقدر مطمئن هستید این یک تحلیل شما از عملکرد گروه طالبان در منطقه و پیشینه روابط طالبان با ایران هست یا نه؟ مطمئن هستید که گروه طالبان، حکومت امارت اسلامی، جنگجویان و رهبرانشان در حملات اینچنینی بر علیه ایران دست دارن؟ من مطمئن هستم. شما مطمئن باشید الان توضیح میدم چرا. ببینید اخیرا گزارش سازمان ملل منتشر شد، اونجا تایید شد که تروریست ها کمپ هایی دارن در خاک افغانستان و در زیر مجموعه امارت دارن کار میکنن.
در حملات تروریستی که در ایران شده، در دو نوبت که در شیراز اتفاق افتاد، وقتی یکی از اونها زنده دستگیر شد و گفت در فاریاب در یک اردوگاه مربوط به داعش در اونجا آموزش دیده. فاریاب که در کره مریخ نیست، که در مجموعه امارات و جغرافیای افغانستان هست و تحت کنترل طالب هست. این مجموعه هم که در اینجا در کرمان عملیات کردن، وقتی که وزارت اطلاعات ایران اطلاعیه داد، گفت که اون هر دو نفر اونها در اردوگاهی در بدخشان آموزش دیدن، که خب من شما میدونید اون اردوگاه ها کجا هست که در آموزش میده. ضمن این که به یک خبرنگار تاجیک، آقای خالبک، احتمالا بشناسید، فخرالدین خالبک، بعض نیروهای خبرنگار مجموعه اسپوتنیک هست، خبرگزاری سنگر رو هم اداره میکنن، ایشون در یک لایو با ما مدعی شد، گفت که اونها از مرز چترال دو تا تاجیکستانی بودن که وارد افغانستان میشن، در بدخشان چشم آموزش میبینن. ایشان مدعی بود که با گذرنامه رسمی که در فیض آباد اونها داده میشه و با ویزای رسمی از مرز دوقارون اونها وارد ایران شدن به عنوان شهروند افغانستان، و مدعی بود که تهران به خاطری که نمیخواد رابطش با طالب تیره بکنه و به این وضعیت که از آسیب بزنه، این موضوع اعلام نمیکنه. اینکه این موضوع چقدر جدی هست یا نه، من اصراری ندارم، اما در این تردیدی ندارم که طالبان کاملا در جریان بودن، میتونم بگم بخشی از طالبان، اما در این که اونها دخیل بودن و همکاری کردن در این مجموعه شکی ندارم. شما میدانید که به هر حال طالبان هم این دور گروه طالبان با دور اول گروه طالبان تفاوت‌های بسیار زیادی از لحاظ ساختاری داره، و در درون طالبان هم گروه‌های متعددی فعال هستند زیر نام طالبان که روابط مشخصی با کشورهای متفاوت دارند. شما می‌دانید که به هر حال همه گروه‌های زیرب در حاکمیت افغانستان، کشور ایران در ارتباط نیست. فکر می‌کنید که تحریزی این حمله جناب آقای جعفریان توسط گروه‌هایی در درون طالبان صورت گرفته باشه که کمتر با ایران در ارتباط هستند؟ تحریزی نه، ببینید اونا پیمانکار بودن. تحریزی بیشک از سمت امریکا و اسرائیل بوده، اونها پیمانکارن و عرض کردن مجری بودن، و عامل هم خب نیروهایی که در داخل دارن، بخشی از جدایی طلبای بلوچ که در اون بخش از ایران خیلی فعال هستن. من کشمکش ها و دستبندی های داخل طالبان رو آقای لشکری خیلی خوب میشناسم. من در زمستان 1373 به قندهار رفتم و جز به شش خبرنگار دنیا هستم که ملا عمر رو دیدم. مجموعه این رهبران افغانستان که الان هستن، از آقای امیرخان متقی بگیرید تا آقای ملا محمد حسن تا بعضی از اونها که فوت شدن، مثل ملا بورجان و ملا ربانی و تمام اینها رو من اون دوره، آقای مولوی مفتی معصوم افغانی و همه رو من اونجا دیدم. اون طالبان همینطور که میگید با این طالبان امروز تفاوت بسیار عمده ای داشت، و این کاملا مشهوده. این طالبان به هیچ وجه با اون طالبان قابل مقایسه نیست. اونا مجموعه آرمانی تری بودن، باورمند بودن به کاری که میکردن، این پدرسوختگی های امروز رو یاد نگرفته بودن، کار پیمانکاری نمیکردن و به جنگی که میکردن باور داشتن. امروز بیشتر اونها به یک ابزار تبدیل شدن نسبت به گذشته که داشتن. بسیار خوب، من یک بار دیگه میخوام سوال دوم خود آقای جعفریان شما تکرار کنم. آیا حمله کرمان با توجه به اینکه در کابل حالا یک نظامی به نام نظام جمهوریت وجود نداره، یک حکومتی به نام حکومت طالبان برقرار هست، میتونه که آغاز ناآرامی های بیشتر در خاک ایران و حملات بیشتر در خاک ایران باشه؟ همانطور که شما گفتید، تحریزی حملات توسط رقبای بین المللی کشور ایران و حکومت ایران و پیمانکاران منطقه‌ای که حالا صاحب یک کشور شدن و یک حکومت شدن به نام گروه طالبان و غیره و دیگر گروه ها، میتونه که یک زنگ خطر بسیار خطرناک نسبت به آن چیزی که حالا میبینیم برای حکومت و مردم ایران باشه؟ شک ندارم این اتفاق هست، و بخشی از نیروها در ایران با یک خیال خام و واهی خیلی ساده لوحانه فکر میکنن اگر بتونن گروه هایی رو و بخشی از طالبان رو که میانه روتر هستن اونها رو تقویت بکنن، توانایی خواهند داشت که مقابل این افراطی هایی که کار پیمانکاری میپذیرند رو، چه در ایران چه در آسیای میانه، فکر میکنم میتونن با تقویت اون بخش میانه رو
جلو اینها رو بگیرن. همین ذهنیتی که روس‌ها هم داشتن، اما فهمیدن که راه رو دارن اشتباه میرن و برگشتن. من فکر میکنم امریکایی‌ها زمینه‌ای رو فراهم کردن تا تهران، مسکو و حتی اسلام‌آباد یک حیرای را از توی بطری خارج کردن که حالا خودش بودن که چطوری این رو دوباره به بطری برگردن. بسیار خب، پس شما حمایت کشورهای مثل ایران، مثل روسیه، مثل پاکستان مشخصاً و حتی دیگر کشورهای آسیای میانه از گروه طالبان در زمانی که یک نظام مشروع مثل نظام جمهوریت در افغانستان حاکم بود را یک بازی باخته میدانید و فکر میکنید حالا در کنار مردم افغانستان و در کنار کشور افغانستان، کشورهای مثل ایران و روسیه هم از حمایت گروه طالبان ضرر خواهند کرد؟ من فکر میکنم این حمایت از سر استیصال است. آقای لشکری، اینها اگر که روس‌ها درگیر نبودن در اوکراین، تهران اگر مشکلات شمال غرب و مشکلات غرب کشور و مشکلاتی که الان در فلسه و یمن هست و نداشت، شک ندارم برخوردش با ماجرای افغانستان فرق می‌کرد. اونها کشدار و مریض دارن با طالبان تا میکنن تا از این ستون به اون ستون به فرجی برسن. روس‌ها هم همینطور، اونها در اوکراین درگیر نمیکنه جبهه جدید باز بشه. در مورد پاکستان شک ندارم، اونها یقین کردن فرزندی رو که به دنیا آوردن برگشته و در صورت مادرش گفت کرده. در مذاکراتی که در قطر بود، یکی از دوستان من که در جلسات بود، ایشان میگفت که خانم ربانی که اون موقع نماینده پاکستان بود در این جلسات، میگفت بیشتر از همه در جلسات خصوصی اصرار داشت که مبادا کشوری به سمت به رسمیت شناختن طالبان بره. اونها هم احساس خطر کردن. من فکر میکنم که در یک عملیات فریب، در یک عملیات به حساب شده، بعضی از منابع استخباراتی و مشخصا امریکایی ها با کمک سازمان سیاهشون کشورهای منطقه رو فریب دادن، حتی روس ها و حتی چینی ها رو. و کاری که داره الان پکن میکنه، تهران میکنه، اینها دارن منزل به منزل میرن تا ببینن با اتفاقی که افتاده چطور مواجه بشن. بخشهایی رو در داخل طالبان شناسایی کردن که فکر میکنن میتوانن این بخشها رو در مقابل اون سیاست و برنامه‌ریزی کلانی که امریکایی‌ها برای کابل کردن، اینها رو علم بکنن و مانع اون در واقع سیاست گذاری بشن، که به نظر من بیفایده است و اون نقشه مو به مو داره عملی میشه. با شما میخوایم بسیار عمیق‌تر از این آقای جعفریان به شاخه بندی گروه طالبان و ماهیت اصلی این دور گروه طالبان بپردازم، اما یک سوال دیگر از کرمان به عنوان آخرین سوال از حادثه کرمان. یک اتهام به حکومت ایران همیشه وارد هست، گاهی حتی از سوی مردم ایران، از سوی شهروندان ایران در صفحات اجتماعی میتونیم به کرات با این اتهام از سوی شهروندان ایران به حکومت ایران مواجه شویم. وقتی مطالعه میکنیم، مطالعه نشان میده که مردم ایران شمارشان فکر میکنن که حادثه های مثل حادثه شیراز در شاه چراغ، حادثه کرمان در سال روز وفات یا کشته شدن قاسم سلیمانی، همه اینها شاید برنامه ریزی از سوی حکومت باشه برای انسجام بیشتر مردم و ایستادن مردم در کنار حکومت ایرانی که مورد انتقاد شماری از شهروندان خود هست. آیا شما هم فکر میکنید که در جایی از افکارتان این سوال ایجاد میشه که شاید خود نظام ایران و حکومت ایران هم در انجام طرح‌ها و عملیات‌های اینچنینی در خاک ایران دست داشته باشه؟ من چنین باوری ندارم. ببینید، من در کنار بسیاری از منتقدین هستم، میفهمم مملکت هم چه وضعیتی داره الان و چقدر داره به مردم سخت میگذره و چقدر حاکمیت به فشل‌ترین وضعیت خودش رسید، در این تردیدی ندارم. اما اینو عرض میکنم که انتقاد از حاکمیت باعث شده بعضی ها به حیولا تبدیل بشن، به این معنی که شما هر چی رو که حاکمیت به سمتش میره اینا عکسش میگن. مثلا اگر حاکمیت از 30,000 تا شهید در غزه صحبت بکنه، اینا میگن نه خوبشون شد اونها شهید شدن، اونها خوب شد کشته شدن، اسرائیلی ها درست هستن. در یکی در لایو در کلاب هاوس من شاهد بودم، دو تا یکی در دفاع از حاکمیتی که در مخالفت اون بحث میکردن
بعد اون کسی که دفاع میکرد از حاکمیت هی هشدار میداد که شما وقتی این توضیحات رو میدید به بعدش هم فکر کنید که ممکنه اگر این نظم فعلی به هر قیمتی که هست حالا فرو بپاشه ما با چی مواجه میشیم. اون کسی که اون طرف بود یه روزنامه‌نگار بسیار مشهور و برجسته بود و او پاسخ داد که جمهوری اسلامی برود بمب اتم بیفته. این تفکر هست که فکر میکنه در کرمان خود جمهوری اسلامی همچین کاری میکرد. بمب اتم من فکر میکنم تونستم حرفم رو بگم که نه، من باور دارم اینها شوخی های فضای اینستاگرامی هست، فضای سایبری هست، ممکنه انتقادات شدیدی باشه، حاکمیت بسیار کارهای شنی انجام داده باشه، اما بعید میدونم هنوز به این مرحله رسیده باشه. اما یک خبرهای دیگری هم جناب آقای جعفریان در رسانه ها پخش شد، حتما شما هم شنیدید یا دنبال کردید که امریکایی ها ادعا کردن گویا یک خبری که محرم بود و قرار نبود فاش شود و فاش شد این بود که امریکایی ها از حادثه کرمان اطلاع داشتند، به ایرانی ها اطلاع دادن، به طرف مقابل طرف ایران اطلاع دادن، مقامات حکومتی ایران در جریان حمله یا حملات دو حمله کرمان قرار گرفته بودند، به همین دلیل هیچ کدام از مقامات بلند رتبه حکومتی در اون صحنه حاضر نبود، خانواده خود آقای سلیمانی در اون صحنه حاضر نبود و او حمله صورت گرفت و در نهایت جان مردم بیگناهی که در اون مراسم شرکت کرده بودند گرفت. اگر واقعا خود ایرانی ها ترهید حکومت ایران دستی در انجام این چنین حملات نداره، آقای جعفریان فکر نمی کنید که به هر حال در این وضعیتی که مردم کمی فاصله گرفتن از حکومت، خود حکومت هم بدش نیاید که گاهی مخالفین مردم ایران و حکومت ایران در درون ایران عملیات های اینچنینی انجام بدن و بعد مردم کمی نزدیکترشن به حکومت؟ ببینید آقای لشکری، فکر میکنم بحث در این باره سرده سرده که امریکایی در حوزه و در ارتباط با کشمکشی که با تهران دارن خیلی دروغ گفتن و این موضوع هم به سبب اینکه متهم نشن اونها، چون متهم شماره یک اونها هستن به خاطر کشمکش هایی که با نیروهایی که اونها رو نیروهای نیابتی ایران می‌نامند در منطقه دارن و هی هشدار میدن به تهران که آقا دریای سرخ آروم کن، در عراق جلوی نیروها رو بگیر و تهران آستین بالا نمیزنه، از هر راهی استفاده میکنن تا یه بلبایی یه مشکلی در داخل ایجاد بکنن یا مردم مقابل حاکمیت قرار بدن. اینقدر حاکمیت مشکل دارد و اینقدر آسیب هست که این آسیب ها بخواد مردم رو به دامن حاکمیت سوق بده، نیاز به اتفاق مانند تهران نیست، مانند کرمان نیست. در مورد اینکه خانواده ایشون هم در تهران بودن، این اصلا چیز عجیبی نیست، مثلا اینکه بخش اعظمی از اینها ساکن اونجا هستن، من از قبل اصلا در جریان بودم چرا اینها تهران هستن و به شما اطمینان میدم هیچ ربطی به این موضوع نداشته که اونها از انفجاری در اینجا خبر داشته باشن به این دلیل نرن. در مورد اتفاقاتی که در ممالک مختلف از این نوع میفته، از این حرفا بعد زیاد زده میشه، کمایی که در مورد اتفاق 11 سپتامبر میگن امریکایی‌ها خودشون با خبر بودن، چند هزار تا یهودی اون رو سر کار نرفتن، مقامات مهم امریکایی در ساختمان نبودن، از این حرف زیاد گفته میشه، جدی نیست به نظر من. بسیار خب، بیاید وارد افغانستان شویم، وارد جغرافیایی شویم که حکومت او در حال حاضر در اختیار گروه طالبان هست و یک حکومت به قول خودشان اسلامی را با قرائتی که خودشان از دین مبین اسلام دارند را در افغانستان برپا کردند. جناب آقای جعفریان، یک سوال خارج از کتاب، چقدر به این امیدوار هستید که همین حکومت طالبان و همین گروه طالبان با توجه به خلایی که در اتحاد مخالفینشان وجود داره به مرور زمان تبدیل شوند به مجاهدین دیروز، به رهبران مجاهد دیروز، تبدیل شوند ملا هیبت الله به استاد ربانی، تبدیل شوند انس حقانی به احمد شاه مسعود، تبدیل شوند سراج الدین حقانی به عبدالعلی مزاری و خیلی کسان دیگر، آن افکار تندروانه مجاهدین هم که آیسای سر رنگ باخت، افکار اینها هم رنگ ببازه و خیل شوند و بیاین و وارد اجتماع مردم شوند و آیسای سر مردم هم اینها رو بپذیره. یک همچین پتانسیلی رو شما در این گروه طالبان میبینید یا نه؟ من پیش بینی نمی کنم این اتفاق بیفته. من فکر می کنم عمر اینها دراز نیست. خیلی زود کشمکش ها بالا می گیره، نه لزوما از جانب اپوزیسیونی که الان خیلی تیت و پر هست به قول افغان ها و پراکنده، از خود مردم تاب نمی گیرن. بخش های از طالبان های لشکری هنوز اون روحیه بدوی و اشکیر نشین خودشون رو دارن. اینها رفتارهایی رو خواهند کرد در آینده که مردم رو به تنگ خواهند آورد. حتی اگر بزرگان اونها بخوان با دنیا
ملحق بشن و ممزوج بشن اینها نمیگذارن. از تیپ تندروهایی که در تهران هم ما داریم و شاهد بودیم و دیدیم که حاکمیت رو تا نوه پرتگاه دارن میبرن، در اونجا هم هست و نمونهش این برخوردهایی که با زنان داره میشه. من از یاد نمیبرم رفته بودیم آقای ملا ربانی رو در همون نوبتی که ما در بین طالبا بودیم در سال 1373 ببینیم. ایشون در حال وضو گرفتن بود، وضو به معنی طهارت، اصلا ما میگن طهارت و میگن وضو، آماده میشد برای نماز. ما منتظر بودیم که مجوز بدن که بریم در واقع گفتگو کنیم. یه فاصله بود، من میتونستم صدای ایشون رو بشنوم، بنا به اینکه خب خیلی افغانستان بودم و سالها زندگی کردم اونجا، کمی پشتو حالی من میشه. اون فردی که براش آب و اینها آورده بود بهش گفت که یک خبرنگار اومدن میخوان با شما صحبت کنن. گفت از کجا اومدن؟ گفت چند نفرن، چند تاشون ایرانی هن، انگلیسی هم باشون هست. بعد گفت یه کسی کنارش بود که من متوجه نشدم که نسبتی و سمتی داشت. گفت من چی بگم به اینها؟ بگم تو این عصر ما اجازه نمیدیم زنها تحصیل کنن، نمیخوایم که دخترها به مدرسه برن، برن با این خبرنگارا چه صحبت بکنن؟ در سال 1373 ما متوجه بودن که مشکل رو دارن، اما نمیتونستن با نیروهای خودشون اینو حل بکنن. 20 تا اندی سال گذشته همونجا اینا ایستادن، اینها نمیتونن که حل بشن با این مواردی که شما توضیح دادید. چرا؟ چه چیزی مانع شده آقای جعفریان؟ چه چیزی مانع این گروه طالبان شده که خیلی از خط سرخ‌های دیروز خود را رد کردند؟ گفتگو با به قول خودشان کفار کار به مراتب غیر قابل پذیرشتری بود نسبت به اجازه دادن رفتن دختران به مکتب. با آمریکایی‌ها می‌نشینن و گفتگو می‌کنند، با چینایی‌ها می‌نشینن و گفتگو می‌کنند. سفیر چین را ملا حسن آخوند اعتمادنامه‌ش را می‌پذیره، سفیر افغانستان در چین را حکومت چین اعتبارنامه و اعتمادنامه‌ش را می‌پذیره. خیلی از خط سرخار این گروه طالبان از آن گذشتن. فکر نمی‌کنید جناب آقای جعفریان که این گروه طالبان در همین جایی که حالا قرار داره پتانسیل این را داره که بیشتر از این دموکرات‌تر شه و بیشتر از این از خط سرخ‌های خودشان 30 سال پیش ترسیم کرده بودن عبور کنند؟ ممکنه این تلاش صورت بگیره. ببینید آقای شیخ محمد عباس استانگزایی هم بارها گفت که ما آماده ایم، فقط کمی زمان میخواهیم، دخترها به مدرسه خواهند رفت، امریکایی‌ها سفارتشون رو باز خواهند کرد. بخشی از طالبان دلخواهش این هست تای لشکری، اما حقیقت این هست که عرض کردم عمده بدنه اصلی اونها که پایه های حاکمیت این بزرگانشون رو محکم کردن در جامعه عشیروی و قبیلوی داخل افغانستان، اینها افراد بی سوادی هستند که با انگیزه هایی به جبهه و جنگ آمدند که اون انگیزه ها همین چیزها و خط سرخ هایی هست که دارید ازش حرف میزنید و ملموس ترینش برای اونها همین اموری مثل مدرسه رفتن زنان و پار کردنشون از این قبیل هست. اونها موارد از این تر بزرگتر مثل این که آقای ویلیام بارنز در روز سقوط کابل با هواپیمای اختصاصیش بیاد به کابل و با ملا برادر دیدار کنه رو نمیفهمند، اما اینکه یک مدرسه باز بشه در کابل رو میفهمند. برای همین عبور از این موارد برای طالبان سخت‌تر خواهد بود تا اون مواردی که من شما داریم ازش حرف می‌زنیم. ممکنه که رخ بده، اما به سختی. بخش قابل توجهی از این نیروها ممکن از بدنه طالب جدا بشن. برای همین اینه که طالبان دارن یک نسل جدیدی از منابع اسلامی رو تولید میکنن با این مدارسی که تأسیس کردن و یک جوری دارن توسعه منابع انسانی رو دامن میزنن و افرادگرایی با مدارس دینی که طالبان در افغانستان و در مرز با پاکستان و در تعداد از این مدرسه ها در خاک پاکستان ایجاد شده با شما خواهیم صحبت خواهیم کرد جناب آقای جعفریان. اما میدانید ما جناب آقای جعفریان به این دلیل میخواهیم با شما بحث طالبان مشروع را، حکومت طالبان مشروع را داشته باشم، به دلیلی که یک مدل بسیار در حال حاضر قدرتمند جهانی از همین مدل گروه طالبان در ایران هست. به نظر من سال 57 بعد از اون انقلاب اسلامی ایران به قدرت رسیدن روحانیون و بیرون رفتن شاه و سرنگونی یک نظام شاهی در ایران، دقیقا همین محدودیت ها، تعدادی از همین محدودیت ها در ایران هم وجود داشت.
خیلی بسیاری از منتقدان گروه طالبان هم شباهت‌های زیادی را تانستن اشاره کنن میان حکومت فعلی طالبان با قوانین ملا هیبت الله با نظام آن سال 57 جمهوری ایران، جمهوری اسلامی ایران و نظام مورد علاقه آقای آیت الله خمینی. من میخوایم بدانم که شما هم با ما موافق هستید که حکومت طالبان و گروه طالبان یک نمونه امروزی از حکومت و انقلاب سال 57 ایران میتونه باشه؟ هر شاید که آلش که من بابان کارشناس مسئله افغانستان اومدم صحبت بکنم اینجا. باور ندارم که این مقایسه درستیه. وقتی که امام عنوان نماینده خودش خانم مریم علیدیچی دباغ رو پیش آقای گورباچوف فرستاد، یک زن رو عنوان نماینده خودش فرستاد اینجا، این مقایسه های درستی نیست. اگر مشکلی با جمهوری اسلامی دارین یکی رو بیارین نقدش بکنید. اما خیلی از ببینید شما از پوشیدن در اون زمان پوشیدن لباس فرهنگ خاص خود را داشت در ایران، دقیقا مثل همین امروز افغانستان. حضور زنان در رسانه ها محدودیت های خاص خود را داشت، دقیقا مثل همین روز افغانستان. صدای شنیدن صدای زن از رسانه های ایران محدودیت های خود را داشت، دقیقا مثل همین روز افغانستان و خیلی چیزهای دیگری که شبیه به همین امروز افغانستان بوده. به این دلیل من میگم که امکان داره آقای جعفریان که این حکومت هم یک حکومت گروه طالبان 30-40 ساله شود و بعد مشروعیت بیابه و بعد این حکومت افغانستان شود. شنیده صدای خانم هایی که محمود محدودیتی نداره، این هایی که میگه چیز کدوم تایید شده نیست، تو تایید بگیرید اما اینجوری نیست. از این بحث بیان بیرون، من جواب سوالتون بودم. من بعید میدونم آقای نجفی به سبب اینکه امریکایی‌ها که مهمترین سفارش دهنده و پیمانکار ایجاد این حاکمیت در کابل بودن و الان هم داره هفته 60 میلیون دلار رسما و علنا بهش پول میرسونن، اینها خودشون دلخواهشون نیست و این تشکیلات در کابل به دولت تبدیل بشه. چون اگر تبدیل بشه خیلی از اهدافی رو که براش تعیین و پیش بینی کردن موقع یک دولت رسمی نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه، زیرا محدودیت هایی خواهد داشت، چون محدودیت ها بهش اجازه نمیده تا اون نقشه ها رو پیاده بکنه. اینها باید به صورت همینطور گروه معلق بین دولت و یک گروه باقی بمانند تا بتونن نقشه هایی رو که امریکایی‌ها برای منطقه کشیدن براشون عملی بکنن. حالا شما میبینید با وجودی که مهمترین حامی طالبان اولا و علنا خود امریکایی‌ها هستن و اونها بیشتر هر کسی نگران این هستن که بقیه کشورها طالب رو به رسمیت بشناسن، کمایی که وقتی چینی‌ها اعتبارنامه آقای بلال کریمی رو پذیرفتن توضیح خواستن از بکن که چه اتفاقی داره میفته. اگر اینها دولت بشن اون موقع محدودیت هایی خواهند داشت که قوانین رو باید بهش گردن بگذارن، خیلی از کارهایی که الان میکنن موقع نمیتونن بکنن. من فکر میکنم که مجموعه طالب ها به این سطح نمیره که داریم در بارش حرف بزنیم. و بعد این طالبانی که به قول شما همین امروز در حال انکشاف نیروی انسانی و افکار تندروانه اسلامی خود در درون افغانستان در میان جوانان هستند، تعداد زیادی از مدارس دینی جناب آقای جعفریان در افغانستان بعد از به قدرت رسیدن گروه طالبان ایجاد شده. هفتوار چندین میلیون پول، چندین میلیون دلار به قندهار میره برای حمایت آقای ملا، شخص آقای ملا ایبت الله و دفتر آقای ملا ایبت الله از مدارسی که در قندهار و تا مرز پاکستان ایجاد شده. فکر میکنید که ایجاد این مدارس و افزایش جنگجویان گروه طالبان بتونه کار را برای مخالفین سیاسی گروه طالبان که مثلا جبهه مقاومت باشه سخت‌تر کنه؟ بی‌تردید. نه تنها جبهه مقاومت و مخالفین اپوزیسیون طالبان، برای کشورهای همسایه، برای منطقه. شما ببینید ناتو و در رأسشون امریکا برای اینکه در منطقه باشن و به اهدافی که میخوان برسن، به گفته خودشون 2 تریلیون دلار امریکایی‌ها مدعیان که هزینه کردن و 1 تریلیون اروپایی‌ها، یعنی مجموعاً 3 تریلیون دلار هزینه شده در این مدت. الان دارن خیلی بهتر به اهدافی که در زمان استقرارشون در افغانستان به اونها نرسیدن واصل میشن، میل پیدا میکنن بدون اینکه هیچ کشته‌ای بدن، بدون هیچ که امکاناتی رو اونجا مصرف بکنن، با یک نیروی بسیار ارزان و 60 میلیون دلار عرض کرده ایگم نمیدن، نیروی را اینجا مستقر نکردن، اتهام دنیا نیست که شما جایی رو اشغال کردید. فراموش نکنید که در مدتی که امریکایی‌ها در افغانستان بودن و
اقدام های متعددی رو مجبور بودن تحمل بکنن، پاسخ بدن. الان این نیروی ارتش داره تمام اون کارها رو برای اینها انجام میده با هفته 60 میلیون دلار. این یکی از شاید بهترین سیاست هایی بود که امریکایی‌ها تونستن در طول من معتقدم در دهه اخیر در قبال پیشگیری از جنگ و وضعیتی که داشتن، تعویض وضعیت شکست به وضعیت پیروز با کمترین هزینه و بهترین وضعیت انجام. شما فکر کنید مشکلاتی که میتونه این نیرویی که داره تربیت میشه، این نیروی چند ده هزار نفری که در اون مدارس داره تربیت میشه، میتونه برای آسیای مرکزی ایجاد بکنه، میتونه برای ایران ایجاد بکنه، میتونه برای پاکستان ایجاد بکنه. اگر اینها منطقه بدخشان تاجیکستان رو در کنترل خودشون بگیرن، منطقه‌ای که 50% خاک تاجیکستان رو تشکیل میده اما 5% جمعیت تاجیکستان اونجا هست، یک منطقه سر به فلک کشیده خلوت آماده برای نبردهای چریکی هممرز با استان سینکیان و منطقه اوگرنشین چین، شش چین کوچک برای ما بهتر از یک چین بزرگ است، میتونه سرمنشهش از اینجا صورت بگیره. الان لیستی که سازمان ملل داد که چه نهادها و سازمانهای تروریستی در افغانستان به طور اردوگاهی و متفرق هستن، یه تعداد زیادی از اویغورها رو گفتن که اینها در بدخشان هستن، دقیقا در منطقه هدف. شما میدونید یه جاده در کوریدور واخان داره کشیده میشه از وقتی که طالب وجودی که بسیار کم پولن، مشکل دارن برای ادارشون، هزینه کردن تا این جاده رو بس کنن در واخان به اون مرز 93 کیلومتر. نقشه افغانستان مثل برگ هست، بهتر از من میدونین اون دوم برگ که وصل میشه به چین، الان 10-15 کیلومتر مونده که این وصل بشه، شاید به 3 ماه 2 ماه میشه این کار کرد. شوق دارن طالبا که وصل بشه، اینها مانع میشن، چینی ها و همینطور نگه داشتن، چون وحشت اینو دارن که این منطقه که اردوگاه های اویغورها در اونجا هست وصل بشه به استان سینکیان. من معتقدم خواب های زیادی رو امریکایی ها برای استفاده از طالبا دیدن و این مدارسی که داره اونجا نیرو تربیت میکنه، نیرو برای این منظور داره تربیت میکنه. لذاست که میگم امریکایی ها دلخواهشون نیست تا طالب به یک دولت، به یک حاکمیت تبدیل بشه. همینجور باید اون جغرافیا بی صاحب بمونه تا هر وقتی که دلشون خواست فرمایش بدن، تا اون پیمانکار اهدافی رو که اینها دلشون میخواد در منطقه دنبال میکنن. بلایی که سر پاکستان داره میاد همینه. قبلا پاکستان این پیسه ها و این پول رو میگیره و همین موارد رو تمویل بکنه در افغانستان. حالا اون نیروها، اون احزاب، اون مجاهدین، اسمشون هر چی بذاریم، مستقیما دلال رو حذف کردن، پیمانکار رو حذف کردن، مستقیم خودشون به منبع مرتبط شدن. حالا امریکایی‌ها خود پاکستانی‌ها رو به چالش میکشن و شاهد بودید دیگه در قبل و پیش از این هم که وارد این بحث بشیم دربارش حرف زدیم. پس تحلیل شما این از جناب آقای جعفریان که اول اینکه یک بحث جهانی هست این در میان کارشناسان مخصر امور افغانستان، امور منطقه، که امریکایی ها توسط پاکستانی ها طرح‌های ملیشه سازی خود را در منطقه پیش می برد و شما فکر میکنید حالا همین گروه طالبان پاکستان را به عنوان معامله‌گر و یا دلال و یا لابیگر مالی از بین برداشته و مستقیم با آمریکا در حال مذاکره است و با یک پول بسیار کمتر از آن چیزی که آمریکایی‌ها و پاکستانی‌ها می‌دادند، طالبان همان اهداف را برای آمریکایی‌ها در منطقه پیش می‌بره. اما جناب آقای جعفریان، شمایی که بیشتر از 30 سال، بیشتر از 3 دهه حوزه افغانستان و افغانستان را بررسی کردید و می‌شناسید و گروه طالبان را می‌شناسید، فکر می‌کنید این گروه طالبان به این اندازه قدرت مدیریت در پالیسی ها و در اجرای پالیسی های امریکا و کشورهای غرب در افغانستان و در منطقه را داره که هم خود را حفظ کنه در میان کشورهایی که هر کدامشان سالها تجربه بازی های منطقه‌ای دارن، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان، کمی دورتر کشورهای دیگر، فکر میکنید رهبری طالبان و گروه طالبان این قدرت را دارن که خودشان حفظ کنن جناب آقای جعفریان؟ این مدیریت رو های لشکری طالبا انجام نمیدن، براشون انجام میدن. شما ببینید یک بخشی از طالبا توسط ایران قبلا شکار شده بودن، یعنی اصطلاحا همینطور که ما شورای میرانشاه و شورای کراچی و شورای کویتی داشتیم، این شورای مشهد هم داشتیم دیگه، خیرخواه و اینا. بله، اینها امیدوار بود تهران که با
روابطی که با اینها داره بتونه در کابینه آینده نفوذی داشته باشه. اما دیدید طوری شد که اینها کاملا حذف شده، اون جریان صدر ابراهیم که عملا پیروزی‌های طالبان در هلمند و در بخش عمده‌ای از جنوب و جنوب غرب توسط این طالبان هلمندی در واقع انجام شد، کلا کردن. یک کسی مثل ملا مزمل که اصلا به طالب ایرانی مشهور بود به سادگی حذفش کردن. اینها لزوما فکر خود طالبان نیست. شما بهتر از من میدونید که سفر یک کسی مثل رئیس سازمان سیا به هر جای دنیا پروتکل عجیب و غریبی داره. از حیث امنیتی سفر رئیس سازمان سیا حتی از رئیس جمهور آمریکا پروتکل امنیتیش قوی تره. اما او آقای ویلیام بارنز در سومین یا دومین روز سقوط کابل میاد به یک شهر در هم ریخته بدون امنیت با پرواز شخصی میشینه، آقای ملا برادر رو میبینه، چون موضوع اونقدر براشون که خودشون وارد صحنه میشن. لذا پاسخ سوال شما اینه کسی دیگری کار رو مدیریت میکنه که خوب راست در این کار، اینها فقط ابزار هستن. در این که موافق میشن یا نه، چون هزینه کمی داره امریکایی ریسک دارن میکنن. هزینه برای مردم افغانستان زیاد بود، اما برای امریکایی هزینه چندانی نداره. اگر لازم باشه افراد رو عوض میکنن، مدیرها رو عوض میکنن، رهبرها رو عوض میکنن. الان ما در باره موجودی حرف میزنیم مثلا نمیدونیم کیه، به تعبیر طنزی که به کار میبرم مولا غیبت الله است. میتونه هر کسی رو امریکایی ها باز جاش بذارن اگه خوششون نیومد جابجاش بکنن. من معتقدم یک بشکه باروت در حال انفجار، شبی که کابل گرفتن این تعبیر رو من کار بردم، هر موقعی که دلشون بخواد این فتیله رو شعله بر میکنن و منطقه رو با آشوب میکشن. در پاکستان تی تی پی رو دارن، در تاجیکستان اسدالله رو دارن، در ایران جندالله رو دارن، در چین اویغورها رو دارن، در ازبکستان حرکت اسلامی تایلونداش رو دارن. هر جایی الان به سادگی میتونن با کمک این مجموعه که پیمانکاری که در کابل سر کار آوردن دخالت خودشون رو انجام بدن. اینکه خواهد ماند یا نه زمان نشون میده. من معتقدم خود طالبان اونقدر اشتباه میکنن تا مردم علیه اونها خواهند شورید. اینکه مثلا مقاومت یا بقیه اپوزیسیون کاری بتونن بکنن دور از دسترس نیست، اما من معتقدم اینکه مردم برخیزن علیه اونها احتمال دست یافتنتر و ماجرای محتمل تر. شما همونطور که اشاره کردید جناب آقای جعفریان، تی تی پی یک خطر بسیار بزرگ برای پاکستان است. خود گروه طالبان با توجه به مدیریت همین چند ولایت مرزی افغانستان در مرز با ایران که والی هایشان چه کسانی هستند و چه افرادی در اون ولایات، مثلا ولایت هرات است و فرا هست و نمیدانم نیمروز است و اینا، چه کسانی هستند و چه کسانی در آنجا از سوی حکومت کابل مقرر شدند، یک زنگ خطر برای ایران هست. به قول شما حمله کرمان میتونه یک زنگ خطر برای ایران باشه، انصار الله یک زنگ خطر برای تاجیکستان هست، خود ناامنی و آوردن گروه تی تی پی به سمت شمال افغانستان میتونه یک زنگ خطر برای روسیه باشه. فکر میکنید کشورهای منطقه مثل روسیه و تاجیکستان و ازبکستان و ایران و پاکستان و دیگر کشورها میچینن و میبینن ببینن که آمریکایی‌ها چه برنامه‌ای توسط طالبان برایشان داره، یا نه خیر فکر میکنید وارد عمل خواهند شد و با استفاده از مخالفین گروه طالبان وارد به هر حال یک نبرد با گروه طالبان خواهند شد؟ آقای لشکری، بین کشورهای همسایه افغانستان اختلاف نظر هست در مورد این طالبان هزینه هستن یا فرصت. بخشی از اونها با این نگاه میبینن که اگر بخوان خودشون رو درگیر بکنن با این مجموعه و دچار کشمکش بکنن، هزینه هایی که متقابل خواهند شد بسیار بیشتر خواهد بود از اینکه بخشی از رفتارهای ناپسند این گروه رو نادیده بگیرن و با اونها روابط داشته باشن. بر همین اساس هم از که الان شما میبینید مثلا رابطه ازبکستان با طالبان زمین تا آسمان فرق میکنه با رابطه تاجیکستان یا حتی ایران با اروپا. تا زمانی که این ممالک به یک وحدت نظر نرسن که طالب فرصت یا هزینه است، این وجود خواهد داشت یک چیزی بین کجدار و مریض، جنگ و نسود بین کشور همسایه و طالب ها وضعیت ادامه پیدا خواهد. اما اگر روزی اونها مثل گذشته که جاید احمد شما مسعود در منطقه بود نیرویی که بشه روش سرمایه گذاری کرد و امیدوار باشد توانایی حضرت طالب رو داره
به وجود بیاد، من فکر میکنم کشورهای همسایه افغانستان تغییر موضع خواهند داد. احساس من اینه که کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدن که این هیولا رو امریکایی ها در منطقه آزاد کردن و تصورشون این بوده که کشور همسایه درگیر خواهند شد و بعد مثل بلایی که سر روس ها اومد اسم اوکراین هست الان که داره با روس ها میجنگه، اما بهتر از همه و بهتر از همه رسانه هایی که اینو میگن، من شما میدونیم که پشت سر اوکراین یک لشکر هست، عملا ناتو هست و به تجهیزاتی که به اوکراین داده میشه، مستشارهایی که در اونجا دارن میجنگن، اینها معتقدن که یک همچین نقشه بوده است که حالا یکی از این همسایه ها به تله بیافتن، درگیر بشن با طالبا و بعد امریکایی ها بیان تمام نیروهای افراطی رو مثل بلایی که سر روس ها آوردن و بعد عرب های افغان و همه جهادی های دنیا رو آوردن، این شمشیر جهاد رو باید جایی غزه و در کرانه باختری علیه تلاویف رو کار گرفته بشه، اون آوردن در کوههای هندوکش علیه همه شما مسعود به کار گرفتن. امیدوار من این فیزی همسایی ها به تله میفته و این اتفاق رو اوکراین در اینجا تکرار میشه. همسایه ها دارن بازی میکنن تا در واقع این نقشه به ثبوت نرسه و امریکایی ها به چیزی که میخوان نرسن. اما تا کی میتونه ادامه بدن سوال اینجاست. همینطور که گفتید رفتارهای طالبان روز به روز حساس برانگیزتره. الان شما مثال زدید در هرات آقای مولوی اسلامجا که به عنوان والی تعیین شده و مهمترین استان افغانستان هست که با ایران هم مرزه، با یکی از استانهای بسیار مهم ایران روبروی شهر کلان، شهر مشهد دومین شهر ایران هست، ایشان کتاب منتشر میکنه در اون شیعه رو رافضی میدونه، میگه بنیانگذار شیعه یک یهودی به نام ابن سبا هست. این آدم استانداره در استانی که بیشترین تعاملات رو با ایران داره. اینا کاملا نشون میده که هدف ایجاد این کشمکش و ایجاد یک درگیری هست. تا کی بتونه هم تهران هم آسیا میانه در این حال که درگیر نمیشه به تقویت طالب هم کمک نکنه، خدا میدونه. بس فقط در ظرافت بس در اینجاست. اما به هر حال تهران سفارت افغانستان در تهران را در یک عمل دور از انتظار، دور از انتظار حداقل مخالفین سیاسی گروه طالبان و گروه طالبان واگذار میکنه، هرچندی که در درون خود سفارت هم اتفاقاتی افتاده بود، در تهران هم اتفاقاتی افتاد و در کابل هم اتفاقاتی افتاده بود که تقریبا ناچار بودن برای تحویل سفارت. اما اون سفارت دور از انتظار، دور از انتظار واقعا حتی مردم افغانستان و گروه طالبان داده شد در تهران. جناب آقای جعفریان، شما در جای صحبت‌هایتان گفتید که کشورهای منطقه شاید به دنبال یک احمد شاه مسعود باشند و ببینند که آیا فرماندهی یا رهبری در برابر گروه طالبان ارزش حمایت را دارد و به قول خودشان مهره سوخته نباشه. شما یک همچین شخص کاریزماتیکی را در میان مخالفین سیاسی گروه طالبان در حال حاضر می‌بینید؟ شما شناخت خوبی از اتحاد شمال و جبهه شمال آن زمان افغانستان هم داشتید. آیا شما یک احمد شاه مسعود دیگر را در میان مخالفین گروه طالبان می‌بینید که در حال حاضر ایران یا هر کشور دیگری از او حمایت کنند؟ بی ترتیب آدمی با ظرفیت‌ها و کاریزمای او وجود نداره، اما فکر می‌کنم آقای احمد مسعود این ظرفیت رو داره که چنین بشود. اما بدبختانه ایشان در دوره‌ای وارد این گروه شده که هیچ کشوری اشتیاق به حمایت از یک تشکیلات مخالف طالبان رو نداره، لذا در میدان بسیار تنها مونده و با دست خالی داره راه رو ادامه میده. با کیفیت احمد شاه مسعود عرض کردم، او هر حال گذشته ای رو و دخته ای داشت که ما شاهد شخصیتی منطبق با شخصیت اون نیستیم، اما باز تکرار میکنم فکر میکنم آقای احمد مسعود میتواند به این نقطه و به این جایگزینی برسه. این را در میان مخالفین سیاسی طالبان نام های بزرگی هست آقای جعفریان. شما نام های مثل عطا محمد نور را نمیتونید نادیده بگیرید، نام های مثل محمد محقق را نمیتونید نادیده بگیرید که اتفاقا نزدیک هم هستند به ایران، نام های حتی مثل دکتر عبدالله همین لحظه که در کابل هست، نام های مثل عبدالرب رسول سیافی که در ترکیه هست و دیگر نام هایی که به هر حال هر کدامشان
یل طولایی در جنگیدن و در مبارزه با گروه طالبان دارند را نادیده بگیرید. آیا فکر میکنید زمانی برسه که اینها بتانند در یک جبهه واحد تحت قیادت یک رهبر در برابر گروه طالبان بایستند، با شناختی که شما، شناخت عمیقی که از همه اینها دارید؟ همینطور که فرمودید تقریبا تمام این بزرگان رو من بیشتر از گفتگو و مصاحبه و اینها باهاشون نشست و برخاست داشتم، به خیلی خوب میشناسم اونها رو. نامهایی که بردید به اضافه انبوهی از نامهای دیگر که نام نبرد ولی نامهای موثری در صحنه افغانستان بودن و هستن، اینها امتحانشون آقای لشکری پس دادن، چه ما طرفدار اونها باشیم چه مخالف اونها باشیم، اونها عملا مصرف شدن. شما ببینید وقتی که یک مصاحبه میزنن، یک توییت میزنن، برید ببینید چه کامنت های زیر نوشته و زیر تصاویر اونها مردم می نویسن. آقای مسعود رو من از این جهت نام بردم که او در پیشینه خودش نه تجربه سنت رسمی رو داشته، نه متهم به کشتاری هست، نه متهم به رانت اقتصادی هست، یه پرونده پاکی داره، لذا میتونه اگر یک عملکرد مثبتی نشان بده، بتونه فراقومی و فرامنطقی عمل بکنه، جایگاه ویژه‌ای به دست بیاره. بقیه اینا هر کدوم دوستیه هایی دارن، درست یا غلط، به حق یا نابحق، من وارد این بحث نمیشم. یا هر کدوم از اونها عرض کردن مصرف شدن و مردم از اونها طلبکار هستن، مردم دیگه بعید میدونم زیر پرچم اینها جمع بشن. این که یک روزی بشه امیدوار بود همه اونها زیر یک پرچم گرد بیان، انسان به امید زنده است. من امیدوارم اونها به جوانان اعتماد بکنند، نه لزوماً آقای احمد مسعود، هر کسی حتی اگر میدان رو به فرزندان خودتون واگذار بکنند، متوجه باشند که امروز زمان اون اندیشه ها و اون نگاهی که در گذشته افغانستان باهاش اداره میشده تمام شده، باید روز نو، میدان نو و اندیشه های نوی ساخت. من امیدوارم این اتفاق بیفته و اگر نیفته خب کار برای هر کسی که بخواد طالبان رو کنار بزده در این مجموعه که اسمش رو اپوزیسیون گذاشتیم کار سخت. شما با احمد مسعود در ارتباط هستید؟ بله. ایران هم با احمد مسعود در ارتباط است؟ ارتباط به این معنی که او رو تمویل کنه یا کمک بهش بکنه نه، ولی بله ارتباط دارن. خیلی هم از این ارتباط من به شخص خودم ناراضی ام، به سببی که حتی اجازه دفتر زدن، یه تابلوی زدن بهشون نمیدن. یه جوری عملا ارتباط گسیخته شده، تمام شده، در همین حد که به اعتقاد من آقای مسعود کاملا این رشته رو نکسله. ارتباط آقای مسعود با تهران ادامه داره، نمیشه اسمش رو ارتباط گذاشت. چرا احمد مسعود نمیتونه گزینه خوبی برای تهران باشه آقای جعفریان؟ تهران دو تا مشکل هست آقای مشکل. یکی اینه که یک بخشی در حاکمیت در تهران هست که تمام تخمه‌های خودش رو در سبد طالب چیده. این اشتباه رو ما در 1373 یه شکل دیگری کردیم. ما وقتی از قندهار برگشتیم به باروزنامه ها و رسانه های تهران مسابقه کردیم که طالب ها هم یک نیروی هستند که خوب بخشی از قدرت بارشون سهیم بشه، اونها هم طرفدارانی دارن در افغانستان. تردیدی نیست، من شما میدونیم که طالب ها به هر حال در بخشی از جامعه افغانستانی صاحب پایگاه و جایگاه هستند، اگرچه اون بخش ممکنه ما در درصدش اختلاف نظر داشته باشیم، اما در اینکه بخشی هستن در این شکی نیست. اون موقع ما متهم شدیم که امریکایی هستیم، کلی فحاشی کردن به ما، آقا طالب تروریست، تمام تخمرگاش رو در سبد آقای ربانی و اتحاد شمال تهران گذاشت. خب نتیجه شد این، حالا برعکسش شد، کلن اپوزیسیون رو فراموش کرده تهران و اومدن تمام تخمرها رو در سبد طالب گذاشتن. این خطریه که سیاست تهران رو تهدید میکنه. بخشی از کسانی که در این زمینه صاحب نظرن دارن تلاش میکنن تا متوجه کنن عواقبی ممکنه گریبانشون بگیره، اما متاسفانه این بخش اگرچه در اقلیت نیستن اما در انزوا هستن، تهدید میشن، در رسانه ها بهشون فرصت حرف زدن داده نمیشه، حتی عرض کردم تهدید میشن. حتی شما میبینید من 2.5 سال دارم لایف برگزار میکنم، از این موضوع حرف بزنم، یک بار صدا و سیما ایران من طلب نکرده که من برم اونجا
حرف ها بزنم. اگر هم در جای دیگه صحبت میکنیم متهم میشیم که آقا شما رفتید در فلان تلویزیون حرف زدید، نمیدونم میخواید اسرائیل رو تطهیر بکنید و از این حرف ها. یک بخش اینه، یعنی سیاست مدارانی که در اقلیت هست اما به هر حال رسانه دارن، پول دارن و یک مراجعی دستشونه که تونستن حاکم بکنن این نگاه رو و تهران رو کاملا این مدارش رو به سمت طالب میگرد. یه بخشی هم اینه که یک گروه دیگری که فرهیخته ترن به هر حال صاحب نظرن، اونها مدعی هن آقا ما اگر بخوایم الان مخالف طالب در واقع سراغ اپوزیسیون بگیریم، سراغ کی رو بگیریم؟ در مجموعه اپوزیسیون از این یقه اپوزیسیون 10 تا سر اومده بیرون، 20 تا سر اومده بیرون، هر کسی میگه منم. اول اینکه خود اینها یگانه نیستن و متحد نیستن، اینو در جای دیگه ایران گفتم در گذشته، یک نفر بود آقای احمد شاه مسعود، بقیه برایش اتفاق نظر داشتن، اومده بودن زیر مجموعهش، خب او امکانات رو میگرفت، پاسخگو هم بود، تهران هم اومد پای کار، تهران و دهلی و مسکو مثلث حمایت کردن، نتیجهش هم دیدن. الان یک تشتتی هست که اگر بخواد کشوری هم پای کار بیاد و دچار تردید میکنه. نکته دیگه اینه که یک بار تهران این تجربه رو کرد، وقتی شما میشینید با بعضی از این بزرگانی که معتقدن نباید از اپوزیسیون طالب حمایت کرد، اونها میگن آقا ما یک باری تجربه رو داریم، تمام امکانات رو آوردیم، اینها به قدرت رسیدن، معاون رئیس جمهور شدن، هیچ ارتباطی با تهران نگرفتن و اولویتی نشان ندادن. آقای صالح اگر بود، آقای فهیم اگر بود، خب وزیر خارجه جناب آقای ربانی اگر بود، اینا کمترین ارتباط رو با تهران داشتن. برعکس همون آقای کرزی که هیچ وقت تهران ازش در گذشته حمایت نمی‌کرد، او بود که ارتباط رو با تهران قوی‌تر داشت. اینا میگن این آزموده رو آزمودن خطاست. اما اینکه بس درسته یا نه، به سبب اینکه یک کسی مثل آقای احمد مسعود، او امتحان پس ناده است، اون کسی کدام، نیست که کدام، از این کدام ببخشید جناب آقای جعفری، کدام یک از این دو گروهی که شما یاد کردید نزدیکتر هستند به بیت رهبری و به آقای خامنه ای؟ گروهی که تمام هزینه را برای حمایت از گروه طالبان در حال صرف کردن هستند، یا گروهی که نخیر مخالف هستند و میخواین از مخالفین حمایت کنند اما کسی در میان مخالفین را نمیبینن که قدرت رهبری داشته باشه؟ کدوم یک از این دو گروه آقای خامنه‌ای نزدیکتر هستند؟ من واژه نزدیکتر رو با اجازهتون حذف میکنم، میگم صاحب نفوذتر، چون من معتقدم خود مجموعه رهبری و مجموعه بیت رهبری و شخص آقای خامنه‌ای ذهن گروه دومه، به سببی که شما دیدید در اون تعبیری که به کار بردن، چون گفتن قدرت واگذار شد به طالبان، داده شد، این مفهوم یعنی چی. اما متاسفانه گروهی که همه تخم مرغ هاشو در سبد طالب گذاشته صاحب نفوذ تره فعلا در اون مجموعه، چون بزرگانی که از اون مجموعه ارتباط دارن با بیت رهبری و گزارشات اونجا تکمیل میکنن از اون بخش هستن، بخش میدان اصطلاحا، بخشی که آقای ظریف نامشو میدان گذاشت، اون بخش نگاهش اینه که به هر حال به هر دلیلی همراه با طالب و پشت سر طالب ایستاده. این گروهی که در هر حال اینا نتیجه گیری نهایی هم دارن، این گروه، این توضیحاتی که بنده دادم شما به اشاره کردید بهشون میدن، در نهایت معتقدم منظمترین و اصیلترین مجموعه که الان وجود داره و قابل سرمایه گذاری هست بیشک مجموعه جبهه مقاومت ملی افغانستان، چون اگر در زمانی که آقای مسعود 10% خاک رو بیشتر در اختیار نداشت، تهران و مسکو و دهلی نمی آمدن، سپاه محمد و آقای شهید سپاه بود قاسم سلیمانی در کنار آقای مسعود میدان جنگ نمی آورد، اگر این کار رو نمی کردن خب آقای مسعود هم شاید نمی تونست موفق نمی شد. اونا معتقدن اگر، یعنی یک گروه سومی که ما باشیم، معتقدیم اگر میدان داده بشه به این بخش از اپوزیسیون، بیشک هم قادر بخش های عمده ای رو زیر یک پرچم جمع بکنه، گفتمان وسیع تری داره، اما منظمتر از بقیه هم میتونه بحث مقاومت رو به عرصه برسونه. شما چندین بار تاکید کردید آقای جعفریان که ایران در سالهای گذشته و در جنگهای دور گذشته در برابر طالبان از احمد شاه مسعود حمایت کرد، اما ایران سابقه حمایت از دیگر رهبران افغانستان رو هم داره. شما
فراموش نمی‌کنید حتما که ایران در دوره‌ای حتی میزبان آقای حکمتیار بود در یک مراسم بسیار زیاد با شکوه در تهران، و آقای حکمتیار که یک از مخالفین و یا میشه گفت که تنها مخالف سرسخت احمد شاه مسعود بود، و بعد از احمد شاه مسعود در مقطعی حمایت کرد، در مقطعی دیگر از آقای مزاری حمایت کرد، از افراد متعددی حمایت کرده. اما شکایتی که در میان همین نزدیکان احمد شاه مسعود نسبت به ایران وجود داره این که ایران هیچ وقت آنچنان حمایتی که باید میکرد تا در برابر طالبان به پیروزی برسند نکرد، یا قدرت او را نداشت یا نخواست، و علاقه من این بود که در افغانستان جنگ ادامه داشته باشه. همانقدر حمایت میکرد که احمد شاه مسعود با 10% از خاک افغانستان جنگ ادامه بده، نه 15% چه و نه 5% چه. اما امریکایی ها رو شما دیدید که در سال 2001 آمد و در یک چند هفته محدود تقریبا میشه گفت که تمام افغانستان رو یک دست ساخت و نظام جمهوری رو برپا کرد. این گله نزدیکان احمد شاه مسعود از ایران رو میپذیرید؟ هر شب که من اولین بار با وجودی که خب بسیار با این بزرگواران بودم این شکل از گلایه رو اولین بار میشنوم و شما میشنوم. اونها این گلایه رو دارن که بله در دوره تهران میلیون ها دلار خرج کرد تا احمد شاه مسعود از بین ببره. این درسته، در یک دوره این اتفاق افتاد، اما در یک دوره این سیاست عوض شد. علتش هم اینه که قبلا در واقع به سوالی پاسخ بدم که شما نپرسیدید که چرا اینجوری هست، این آشفتگی چرا هست در سیاست تهران در دوبال افغانستان که از اوایل دهه 60 تا امروز صد جور رنگ عوض کرد. بخش عمدهش به دلیل آشفتگی مراکز تصمیم گیری در حوزه افغانستان در ایران هست. این مراکز در ایران متعدد نهایی داشته، یه مجموعه وزارتخانه امنیت کار خودشو میکنه، برادری سپاه کار خودشو میکنه، وزارت خارجه کار خودشو میکنه، کمیته امداد کار خودشو میکنه، نمیدونم مجموعه رازنا فرهنگی کار خودشو میکنه. بعد یهو شما میبینید بعضی از اینا همزمان دارن کارهای موازی میکنن، بعضی از اینا کارهایی میکنن که همدیگه رو خنثی میکنن. این سبب آشفتگی بوده با تعصب. اما در دوره‌ای که تهران پای کار آقای مسعود اومد این گلایه بسیار بی‌انصافانه است، بسیار تهران اساسی پای کار اومد. شما ببینید مجموعه‌ای که بعدها با نام فاطمیون ازش یاد شد و بخشی از احزاب افغانستانی کنار هم دیگه اونو تشکیل دادن، اون زمان با نام سپاه محمد کامل اومد زیر مجموعه آقای مسعود، و شرط آقای مسعود این بود که فرماندهی اونها مستقل نباشه، من اونها رو قمانده کنم. از شهید سپاه بود قاسم سلیمانی اینو پذیرفت، کاملا اون بچه‌ها در خدمت فرماندهی آقای مسعود قرار گرفتن، شهمش شهید دادن در پاسپاسگیری شخص عجیبی داشتن اونها. این درست نیست، از جانب کسی ممکن مطرح بشه که اطلاعات دقیقی نداشته باشه. اما در یک دوره بله، در دوره ای که اونها وارد کابل شدن و تهران از حزب وحدت حمایت میکرد، اون دوره اتفاقاً اصلا بگیم تهران حامی طالبی، یک گروهی هستن که غالباً رسانه دارن، پول دارن، بودجه دارن، میتونن کارو پیش ببرن. اون موقع هم یک گروهی بودن که به اون شکل عمل کردن با تعصب. لذا من فکر میکنم که این آشفتگی با نوع نگاهی که مراکز تصمیم گیری در حوزه افغانستان در ایران به این کشور دارن همچنان هم ادامه پیدا کنه. شما ببینید در مورد کشورهای دیگه اینجوری نیست، چون مثلا ما اگر در لبنان داریم رفتاری میکنیم، مجموعه حمایت میکنیم، در عراق یا به همین شکل، تصمیم گیرنده یک مرکز هست، لذا همه حول اون مرکز گرد میاد. در افغانستان با تاسف سالهای سال اینطوری نبوده، خب نتایجش هم داریم میبینیم. بسیار خب، سپاسگزارم شما جناب آقای جعفریان. من به دلیلی که به پایان برنامه رسیدیم از شما مجبورم که خداحافظی کنم، اما من میخوایم به یاد روزهای گذشته یا سالهایی که در کابل برنامه کاکتوس را پیش میبردیم با چند نام آشنا برای شما مصاحبه را به پایان برسانم و نظر شما را در مورد افرادی که اسم میبریم بدانم که چیست، به دلیلی که تقریبا از تمام این افراد و شاید گروه شما شناخت دارید. موافق هستید جناب آقای جعفریان؟ در خدمت هم مستقر. بسیار خب، من امیدوار هستم در حد یک جمله یا یک واژه نظرتان را، چیزی که میخواهید را بیان کنید. احمد شاه مسعود تنها چریک زمین. احمد مسعود به باور من تنها کسی که
ظرفیت رهبر شدن رو در افغانستان مملو از رهبر دارند. عبدالعلی مزاری، مملو از رهبران سفته. عبدالعلی مزاری منجی قوم هزاره. و قاسم سلیمانی. سردار دلها. ملا هیبت الله. باور ندارم همچین شخصیتی هست، ملا هیبت الله. و در پایان گروه حماس. گروهی که انتقام از ظالم رو شیرینیش رو به کام بسیاری در دنیا کشاند. سپاسگزار از شما جناب آقای محمد حسین جعفریان، کارشناس امور افغانستان و خبرنگار با سابقه حوزه افغانستان و منطقه. سپاسگزار و خدا نگهدار. بنده باشید، خدا نگهدار. تشکر از شما دوستان و بینندگان محترم برنامه کاکتوس که تا این دم ما را همراهی کردید. گفتگوی امروز من با جناب جعفریان را دیدید و شنیدید. صحبت‌های زیادی که از حمایت بی‌پیشینه ایرانی‌ها در سال‌های گذشته از جبهه شمال و اتحاد شمال و آقای احمدشاه مسعود و دیگران یاد کردند و گفتگویی که درباره وضعیت افغانستان و شناختشان از گروه طالبان را برایتان بیان کردند. شما هموطنان عزیزی که برنامه کاکتوس را در حال تماشا هستید و پایان رسیدیم، می‌خوایم خداحافظی کنیم، اما پیش از او تبریک و مبارک باد به همه. کاکتوس و شبکه کاکتوس به بیشتر از 100 هزار دنبال کننده یا 100 هزار سابسکرایب رسیده. من امیدوار هستم که شما هم که همین لحظه برنامه رو میبینید و اگر سابسکرایب نکردید و دنبال نکردید، به خانواده بیشتر از 100 هزار نفری کاکتوس بپیوندید و بیایید و همین لحظه دکمه سابسکرایب را بزنید تا در هفته های آینده که ما برنامه های دیگری را به توکل خداوند بزرگ برایتان پخش خواهیم کرد، شما از برنامه ها آگاه شوید و برنامه های ما را تماشا کنید و کلیک سابسکرایب شما حمایت بزرگی از برنامه خودتان و شبکه کاکتوس است. سپاسگزار. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.